صبور باشید، به هنگام مشکلات منتظر خدا باشید. وارن ویرزبی. فصل دهم. دادخواستم را خاتمه می دهم. ایوب، فصلهای 29 تا 31. تا زمانی که بخواهیم نسبت به آنچه خداوند در حال حاضر می خواهد باشیم متفاوت عمل کنیم، فقط خودمان را بیهوده عذاب می دهیم. گرهارد ترستیگن. ایوب و دوستانش در طی 3 دوره سخنرانی با هم مناظره کرده بودند. اکنون ایوب احساس کرد که وقت آن رسیده است که دفاعیه خود را خلاصه کند. از این عبارت که میگوید و ایوب باز مثل خود را آورده گفت، چنین برداشت می شود که ممکن است ایوب صبر کرده و به سوفر فرصت داده است تا به نوبه خود سخن بگوید، اما سوفر خاموش ماند. شاید سوفر به این نتیجه رسیده بود که بیش از این مباحثه با ایوب اتلاف وقت است. در این سبب ایوب برکات گذشته را به یاد می آورد و برای مصیبت‌های زمان حال ناله می کند و از خدا می خواهد که در آینده از وی حمایت کند. او با 16 بار تکرار کلمه اگر درباره شیوه زندگیش سخنان خود را به اوج رسانید و با قسم خود را ملزم کرده از خدا خواست یا او را محکوم نماید یا اینکه بیگناهیش را ثابت نماید. مثل این بود که ایوب بگوید گفتگوی ما به درازا کشیده است. در واقع من به طرز تفکر شما آقایان اهمیتی نمی دهم، زیرا خدا داور من است. من پرونده خود را به دست او می سپارم، بگذار هر طور که بخواهد یک بار برای همیشه مسئله را حل کند. 1. ایوب به خوشی‌های گذشته در زندگیش می نگرد. باب 29. ایوب دفاعیه خود را با گفتن ای کاش هرگز به دنیا نیامده بودم شروع کرده بود. اکنون با ذکر برکاتی که خود و خانوادهش پیش از وقوع این بحران از آنها برخوردار بودند، دفاعیش را خاتمه می دهد. این موضوع به ما یادآور می شود که باید در زندگی خود تعادل را نگاه داریم. درست است که خدا اجازه می دهد در زندگی با مشکلات و قصه ها دست و پنجه نرم کنیم، ولی خدا همچنین پیروزی ها و شادی ها را نیز به ما می بخشد. آیا نیکویی را از خدا و بدی را از خدا نیابیم؟ آقای اسپرجان گفته است که بسیارند کسانی که برکات خود را بر شن می نویسند، ولی قصه هایشان را بر سنگ مرمر حک می کنند. کاش من مثل ماهای پیش می بودم و مثل روزهایی که خدا مرا در آنها نگاه می داشت. وقتی گرفتار آزمایش ها می شویم، طبیعتاً به یاد روزهای خوب گذشته می افتیم. اما حسرت خوردن وضعیت ما را عوض نمی کند. شخصی گفته است که روزهای خوب گذشته ترکیبی است از یک خاطره بد و یک تخیل خوب. ولی در مورد ایوب خاطراتش درست بود و روزهای خوب گذشته حقیقتاً روزهای خوبی بودند. اگر خاطرات را به طرز صحیح به کار ببریم باعث شعف می شوند. موسی قوم اسرائیل را نصیحت می کرد که به یاد داشته باشند که چطور خداوند آنها را راهنمایی و محافظت کرده است. در حقیقت عبارت به یاد بیاورید 14 مرتبه و عبارت فراموش کنید 9 مرتبه در کتاب تثنیه به کار برده شده است. خوب است که در روزهای یأس و ناامیدی روزهایی را به یاد آوریم که دست خداوند قادر متعال در کار بوده است. ولی گذشته باید همانند سکانی برای هدایت ما به کار آید، نه لنگری که ما را باز دارد. اگر بخواهیم آنچه را که دیروز تجربه کرده ایم امروز نیز تکرار کنیم، ممکن است خود را گرفتار وضعیتی کنیم که رشد ما را متوقف سازد. ایوب به موضوع برجسته ای اشاره می کند. حضور خداوند در خانه‌اش موجب خوشی بوده است. خداوند از او مراقبت می کرد و با او دوستی نزدیک برقرار کرده بود. نور خداوند بر ایوب می تابید و حضور خداوند با او و فرزندانش بود. خداوند منبع تمام ثروت و موفقیت‌های ایوب بود. قدم‌های خود را با کره می‌شستم. صخره نهرهای روغن را برای من می‌ریخت. سوفر به ایوب قول داده بود که اگر توبه کند شیر و عسل نصیبش خواهد شد.
در مقدمه سخنان ایوب آهنگ تیز و تلخی شنیده می شود. ایوب آرزو داشت به روزهای کامرانی خود برگردد، در حالی که این آرزو طبیعی است ولی خطرناک نیز می باشد. اگر فکر خود را به قدری بر جلالهای گذشته متمرکز کنیم که فرصتهای حاضر را از یاد ببریم، ممکن است برای روبرو شدن با آینده آمادگی پیدا نکنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، آینده فرا می رسد. کم هستند کسانی که با اشتیاق در انتظار سن پیری و مسائل مربوط به آن باشند، ولی ما نمی توانیم از آن اجتناب نماییم. این حقیقت است که کسانی که عمر طولانی می کنند پیر می شوند و افراد کهنسال هم عاقبت می میرند. آیا لطیفه های مربوط به هیچ وقت نمی میرند را به یاد دارید؟ اسکیبازان پیر هرگز نمی میرند. آنها فقط از دامنه کوه سرازیر می شوند. نانباهای پیر هرگز نمی میرند. آنان فقط از جا بر نمی خیزند. فوتبالیست های پیر هرگز نمی میرند. آنها فقط توپ را از دست می دهند. بازیکنان گلف هرگز نمی میرند. آنها نیروی ادامه بازی را از دست می دهند. ممکن است ما هم فکر کنیم که هرگز نخواهیم مرد، ولی ما هم خواهیم مرد، مگر اینکه خداوند بیاید و ما را به آسمان ببرد. اما این بدین معنی نیست که باید برای سن پیری و مرگ تدارک ببینیم. با پشیمانی به گذشته نگاه کردن بیهوده است، ولی با شادی به پیش نگاه کردن کار ایمان است. آقای هنری امیل میگوید دانستن اینکه چطور پیر شویم شاهکار حکمت است و یکی از مشکل ترین فصول در کتاب هنر بزرگ زندگی همین است. نکته دیگر ایوب عبارت بود از شادی حاصل از دریافت احترام از دیگران. وقتی او در شهر راه می رفت، جوانان کنار می کشیدن تا ایوب گذر کند. او در دروازه شهر در میان بزرگان جایگاهی ویژه داشت و حتی آنان نیز به محض ورودش سکوت اختیار می کردند. او هر جا که قدم می نهاد مورد احترام بود، زیرا گوشی که مرا می شنید مرا خوشحال می خواند و چشمی که مرا می دید برایم شهادت می داد. باب 29 آیه 11. سومی منبع شادی ایوب خدمت به دیگران بود. ایوب آنچه را که خداوند به وی عطا کرده بود با دیگران سهیم می شد. الیفاز تهمت زده بود که ایوب فقرا و نیازمندان را استثمار می کرده، ولی ایوب با کمک کردن به معلولین، رفع نیاز فقرا و حتی دفاع کردن از غریبان، درستکاری و عدالت را در شهر مسترش می داد. ولی کار ایوب با کمک کردن به فقرا خاتمه نمی یافت. او با آدمهای بدکردار نیز مقابله می کرد و قدرتشان را در هم می شکست. ایوب بدکرداران را به جانوران درنده خویی تشبیه کرده است که حاضرند ضعفا را ببلعند، ولی او می رفت و شکارشان را از چنگ آنان می رو بود. اطمینان از آینده قبل از روبرو شدن با مشکلات منبع شادی دیگری برای ایوب بود. خداوند ایوب را برکت می داد و ایوب برکتش را با دیگران سهیم می شد. بنابراین دلایل خوبی داشت تا بر این باور باشد که زندگی به همان نحو برای سالیان دراز ادامه خواهد یافت. او اطمینان داشت که با طراوت و نیرومندی به زندگیش ادامه خواهد داد و به سن پیری خواهد رسید و با آرامش و به طرز شکوهمندی از جهان خواهد رفت. او خود را مانند درختی با ریشه های عمیق می دید که به ثمر دادن ادامه می دهد. چون فرزندان گاهی به صورت تیر تیز مجسم شده اند، از باب 29 آیه 20 چنین استنباط می شود که ایوب انتظار داشت نیروی جسمانیش باقی بماند و فرزندان بسیاری را به دنیا آورد. آخرین منبع شادی ایوب این بود که امتیاز گفتن کلام تشویق آمیز و کمک کردن را داشت. او در حقیقت یک بارنابا، یعنی فرزند تسلی بود و گفتارش مورد احترام و تقدیر قرار می گرفت. وقتی سخن می گفت ملایم بود و مثل باران به شنوندگان طراوت و تازگی می بخشید. وقتی تبسم می کرد اوضاع و احوال مردم دگرگون می شد و به آنان امیدواری می داد. رضامندی ایوب به شکل طلوع روز جدیدی بود. او رهبری بود که به افراد سرگشته یاری می‌داد تا تصمیمات عاقلانه بگیرند و به ماتم زدگان تسلی تازه و امیدواری می‌بخشید.
هرچند ایوب قبلا از یک زندگی غنی و پرباری برخوردار بود، ولی اکنون همه آنها را از دست داده بود. 2. ایوب به اطراف خود بر داوری خدا می نگرد. باب 30. ایوب از گذشته مسرت بخش خود ناگهان به وضع رقتبار و ناامید کننده کنونی افکنده شده بود. با ادای اولین کلمات اما حالا، گویا صدای نالهش به گوش ما می رسد. ایوب درک این را داشت که بداند باید با واقعیت زمان حال دست و پنجه نرم کند و به خاطرات گذشته پناه نبرد. مردمی که نمی خواهند با زندگی دست و پنجه نرم کنند در خطرند که تماس با حقیقت را از دست بدهند و طولی نمی کشد که خود را هم گم می کنند. دکتر ویلیام گلاسر روانپزشک چنین می نویسد: بیماران در تلاش ناموفق خود برای رفع نیازهایشان مهم نیست چه رفتاری را انتخاب کنند. آنها همه یک خصوصیت مشترک دارند. همگی واقعیت دنیای دوروبر و اطراف خود را انکار می کنند. اما ایوب با اجتناب از زندگی کردن در گذشته و صادقانه روبرو شدن با واقعیت در راه بلوغ روحانی و صداقت گام بزرگی را برداشت. ایوب در مرثیه خانی خود وضعیت فعلی خیش را با گذشته مقایسه کرد و نشان داد که چگونه در اثر داوری خدا همه چیز عوض شده است. 5 شکایت او موازی شادی هایی است که در فصل 29 ذکر نموده است. من احترامی ندارم. من برکتی ندارم. من مددکاری ندارم. من آینده‌ای ندارم. من خدمتی ندارم. من احترامی ندارم. ایوب باب 30 آیات 1-15. جوانانی که یک زمان به احترام او از سر راهش کنار می رفتند تا او گذر کند، اکنون وی را استهزا می کردند و حتی به صورتش تف می انداختند. بدتر از همه این بود که آنان پسران مردان پست و ذلیلی بودند که ایوب آنها را به الاغ‌های سرگردانی تشبیه می کرد که در بیابان آواره هستند. ایوب این جوانان را فرزندان احمقان و فرزندان مردم بینام می‌خواند. آنها از طرف اجتماع رانده شده بودند و برای تأمین خوراک و سوخت لازم مجبور بودند بیابانگردی کنند. زمان ایوب بزرگترین مرد مشرق زمین محسوب می‌شد، اما حالا او موضوع سرود اراذل و اوباش گردیده بود. این مردان حتی لیاقت برداشتن کفش ایوب را هم نداشتند، ولی اکنون او را آشکارا مسخره می کردند. چه چیزی باعث این تغییر شده بود؟ ایوب اکنون مثل آنان رانده شده بود. زمانی که کمان او در دستش نو می شد، یعنی زمانی که قدرتمند و موفق بود، این اشخاص احترامش می کردند. اما خدا ایوب را ذلیل و ناتوان ساخته بود و در نتیجه این مردان رذل بدون ملاحظه تحقیرش می کردند. زمانی که در سابق آنها ایوب را احترام می کردند به خاطر سیرت و صداقتش نبود. آنها به مقام و موقعیت و ثروتش احترام می گذاشتند. به امید اینکه شاید از مرحمتهای او چیزی آیدشان بشود. دوستی آنها دمدمی بوده و احترامشان ریاکارانه بود. نظر به اینکه این اوباش لگام گسیخته هرچه می خواستند می کردند، آنها زندگی ایوب را فلاکتبار ساخته بودند. ایوب آنها را به صورت یک قشون سنگدل و بیرحم مجسم می کرد که مشغول ساختن پشتهایی برای محاصره بوده، برای پایهایش دام می گستردند. سنگرهای او را منهدم می کردند و بر وی حمله ور می شدند. آنان همچنین مانند طوفانی بودند که ایوب را می ترسانیدند و جاه و منزلتش را به باد داده بودند و امنیتش را چون بادی که ابر را می رو باید از میان برده بودند. ایوب رنجی را تجربه کرد که مشابه رنج مسیح خداوند بود. پس ترین مردمان او را متهم می کردند و بر او تف می انداختند و موقعی که درد می کشید او را مسخره می کردند و سرود میگساران شده بود. هرچند ایوب این را نمی دانست، ولی خدا داشت به او افتخار سهیم شدن و مشارکت در رنجهای مسیح را می داد. با اینکه ایوب بر تلی از خاکستر نشسته بود، ولی او به عالی ترین نحو ارتقا پیدا کرده بود. من برکتی ندارم. ایوب باب 30 آیات 16-23. ایوب چنین ناله می کرد: الان روزهای مصیبت مرا گرفتار نموده است.
چه فرق بزرگی داشت با روزهایی که شیر و روغن زیتون فراوان بود. خداوند به جای اینکه او را با نعمت غنی سازد، حتی از لذت‌های اساسی زندگی نیز او را محروم می‌ساخت. روزها ایوب از درد غیرقابل تحملی رنج می‌برد و شب‌ها خدا با او گلاویز می‌شد و لباس‌هایش را دور او می‌پیچید و به گل و لجنش می‌افکند. هر شب خدا با ایوب کشتی می‌گرفت و ایوب بازنده بود. ایوب به درگاه خدا دعا کرد. او حتی ایستاد و گریه و فغان کرد که رهایی یابد، ولی دعای او بی جواب ماند. به جای اینکه دست خدا به او کمک کند، بی‌رحمانه به او حمله می‌کرد و مانند پری در طوفان او را به این سو و آن سو می‌راند. ایوب برای نجات جان خود التماس می‌کرد، اما مثل اینکه مرگ اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. من مددکاری ندارم. باب 30 آیات 24 و 25. ایوب وفادارانه دیگران را به هنگام نیاز کمک کرده بود، ولی حالا هیچ کس به کمک او نمی آمد. در گریه او شریک نمی شدند و حتی دست به او نمی زدند. با او مثل یک جزامی رفتار می کردند که مبادا آلوده شوند، یا مانند محکومی که هر آن ممکن است خدا نابودش کند. آنها معتقد بودند که نزدیک شدن به ایوب کاری عاقلانه نیست. اشخاصی که ایوب کمکشان کرده بود کجا بودند؟ یقیناً بعضی از آنان دلشان می خواست که ولی نعمت خود را تشویق کرده و از او قدردانی نمایند، ولی هیچ کس به کمکش نشتافت. مارک توین چنین می گوید: اگر سگ گرسنه را برداشته او را پرورش دهید، او شما را گاز نخواهد گرفت. فرق اساسی بین سگ و انسان همین است. ما یقیناً به این نیت به دیگران کمک نمی کنیم که متقابلاً ما را خدمت نمایند. ما دیگران را کمک می کنیم چون مسیح را دوست داریم و می خواهیم او را جلال دهیم. انجیل متی باب 5 آیه 16. و نیز چون نسبت به آنان احساس همدردی می کنیم و می خواهیم کمکشان کنیم. پزشک میسیونر ویلفرد گرنفل می گوید: خدمتی که ما به دیگران می کنیم در واقع اجاره است که ما بابت اتاقمان در این دنیا می پردازیم. من آینده‌ای ندارم. باب 30 آیات 26 تا 28. ایوب در زمان رفاهش انتظار داشت که از یک عمر طولانی برخوردار شود و به آرامی از این دنیا برود. اما اکنون همه چیز عوض شده بود. او انتظار نیکی را داشت، اما خدا بدی فرستاده بود. او انتظار نور داشت، ولی خداوند تاریکی فرستاد. به جای تسلی و آرامش، او دائما گرفتار تلاطمات درونی بود. دلم آشفته است و آرام و قرار ندارد. امواج مصیبت مرا در گرفته است. مقاله نویس انگلیسی ویلیام هزلیت میگوید: امید بهترین سرمایه است. تنها کسانی بدبختند که بدون امید باشند و کسانی که تا این درجه تنزل می کنند اندکند. ایوب به چنین وضعیتی رسیده بود، ولی به نظر می آمد که حتی خداوند هم به فکرش نبود. بدن ایوب ضعیف و ملتهب بود و پوستش از بیماری سیاه شده بود. من خدمتی ندارم. باب 30 آیات 29 تا 31. در گذشته سخنان ایوب موجب دلداری و امیدواری عده زیادی شده بود، اما حالا کلماتش چون زوزه شغال و مانند ناله جغد و شترمرغ شده بود. از آنجا که امیدش نابود شده بود، سرود ایوب چون آهنگ مراسم ختم بود. چنگ و فلوت او صدای غم‌انگیز داشت. او چطور میتوانست با دیگران سخنان تشویق‌آمیز بگوید، در حالی که خود در عمق ناامیدی به سر می‌برد؟ او قبلا در طی مناظره سوال کرده بود: پس امید من کجاست و کیست که امید مرا خواهد دید؟ 3. ایوب بر عدالت خدا چشم دوخته است. باب 31. این فصل آخرین دفاعیه ایوب را به نگارش درآورده است. این دفاعیه به منزله یک سند قانونی است که در طی آن ایوب در پیشگاه خداوند قسم خورده و از او می‌خواهد که هرگاه خداوند وی را خطا کار یابد مجازاتش نماید. تنها امید ایوب این بود که خداوند به ناله او گوش دهد و از او حمایت کند. اگر او می‌دانست که دشمنانش را ساکت کردند و آبروی او را بازگردانیدند، می‌توانست به آرامی از این دنیا برود. در 16 بار تکرار عبارت اگر من،
ایوب زندگی و روابط خیش رو مرور کرده و از خداوند درخواست می کند که حکم کند. من دفاعیه خود را امضا می کنم. و با گفتن این جمله او به سوگند خود رسمیت داده و سند را امضا نمود. دفاعیه من تمام شد. در آیات 33 تا 37 ایوب از خدا، دشمن من یعنی قاضی، تقاضا کرد که سه چیز به او بدهد: فرصت عرض حال، پاسخی به اتهاماتش و مدرکی برای اثبات بیگناهیش. اگر خداوند نتواند این کار را انجام دهد، آنگاه ایوب تقاضا دارد که لعنتهایی را که در سوگندش ذکر کرده بود از سوی خداوند بر وی نازل شود. ایوب حاضر بود در مورد هر قدم از زندگی خود به خدا حساب پس دهد، به شرطی که این امر قضیه را فیصله می داد. ایوب چیزی نداشت که کتمان کند. او مردی ریاکار نبود که از مردم ترس و وحشت داشته باشد. ایوب در مقام یک مرد، باب 31 آیات 1 تا 12. ایوب از سه گناه نام می‌برد که ممکن است هر مردی را از پای درآورد: شهوت، فریب و تقلب و زنا. یک، شهوت اولین قدم به سوی گناه است و گناه اولین قدم به سوی موت است. شخص زیبایی را دیدن و زیبایی او را تحسین نمودن امری جداست و با نگاه توأم با نیت شهوانی به کلی فرق می کند. مسیح خداوند فرمود هر کسی با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. هرچند گناه باطنی به اندازه خود عمل زنا مخرب نباشد، ولی اولین قدم به سوی زناست. شخص نمی داند که یک تصور آلوده به گناه او را تا به کجاها خواهد برد. علاوه بر این، خداوند از آسمان اعمال و رفتارها و افکار و نیتهای قلبی ما را می‌بیند و همه را داوری خواهد کرد. خدای قادر مطلق از آسمان بر سر اشخاصی که چنین کنند بلا و مصیبت می‌فرستد. دو، فریب. فریب دومین گناهی است که ایوب آن را انکار می‌نماید. او هرگز در داد و ستدهای خود برای نفع شخصی فریبکاری و تقلب نکرده بود. در حقیقت او حتی حاضر نبود با کسانی که چنین کارهایی می‌کردند همگام شود. ترازوهایش درست و دقیق بود و ترسی نداشت از اینکه خداوند او را بسنجد. طمع در دلش نبود و دستهایش نیز آلوده نشده بود، زیرا مال دیگران را غصب نکرده بود. اگر چنانچه ایوب محکوم به طمع بودن و فریبکاری می شد، حاضر بود حاصل مزرعه اش را در فصل آینده دیگران ببرند. سه، زناکاری از شهوت باطنی آغاز می شود و به کارهای مخفیانه جهت اقنای هوس‌های گناه‌آلود کشیده می شود. ایوب هرگز در کمین ننشسته بود تا ببیند همسر همسایش کی تنها می ماند. اگر چنانچه به این گناه متهم می شد، حاضر بود که همسرش کنیز و معشوقه مرد دیگری شود. عمل زشت زناکاری در زندگی اشخاص عواقبی شرم‌آور و دردناک دارد و در عالم آینده نیز موجب داوری می شود. ایوب در مقام یک کارفرما، باب 31 آیات 13 تا 15. ایوب در خودآزمایی به قدری دقیق بود که حتی رفتار خود با نوکرانش را نیز در نظر می گرفت. اکثر اربابان آن زمان این جمع زندگی خود را نادیده می گرفتند. ایوب با نوکران خود سخاوتمندانه عمل می کرد و شکایات آنان را به گونه منصفانه رفع می نمود، زیرا می دانست که یک روز به خداوند حساب پس خواهد داد. او همچنین می دانست که توسط همان خدایی که آنان را خلق نمود، او نیز آفریده شده و مثل آنان به دنیا آمده است. ایوب در مقام یک همسایه، باب 31 آیات 16 تا 23 و آیات 29 تا 32. در پاسخ اتهامات نادرست الیفاز، ایوب قبلاً بیان داشته بود که چگونه به احتیاجات فقرا و نیازمندان رسیدگی می کرد، ولی اکنون این مطلب را به عنوان جزی از سوگند خیش تکرار می کند. او سخنی به گزاف نمی گفت. او در مقابل مردم از خود دفاع می کرد و از خدا تقاضای حمایت داشت. اگر چنانچه ایوب در محکمه داوری به ناحق دست خود را علیه کسی برافراشته بود، ایوب امیدوار بود که خداوند آن دست را از شانه قطع کند. ایوب به فکر احتیاجات بیوه زنان، یتیمان و فقرا بود. غذا و لباس آنها را فراهم می کرد و در دادگاه از آنان دفاع می نمود. او حتی با آنها مثل اعضای خانواده خود رفتار کرده و از آنان تا زمانی مواظبت می کرد که بتوانند روی پای خود بایستند.
ثروت ایوب را خداوند به او عطا کرده بود و اگر ایوب دیگران را در این ثروت سهیم نمی کرد، خدا حق داشت که ثروتش را از او بگیرد. ایوب حتی در حق دشمنان خود نیز نیکی می کرد. او همچنین نسبت به غریبانی که از شهرش عبور می کردند مهمان نوازی می کرد. نظر به اینکه ایوب یک شیخ ثروتمند و مقتدر بود، بدون شک بسیاری از مردم نسبت به وی حسادت می‌ورزیدند و از او نفرت داشتند. با این وجود ایوب در حق آنان مهربانی می‌کرد. او از مصیبت آنها شاد نمی‌شد و دعا نمی‌کرد که خداوند آنان را لعنت کند. ایوب نسبت به غریبان نیز با سخاوت رفتار می‌کرد و خوراک و جای استراحت شب را برایشان مهیا می‌ساخت. هیچ کدام از نوکران ایوب قادر نبودند وی را به خودخواهی متهم کنند. در خانه ایوب به روی همه باز بود و او در بخشش عطایا نیز سخاوتمند بود. ایوب در مقام یک عابد، باب 31 آیات 24 تا 28. ایوب خدا را از روی خلوص دل می پرستید. او ثروت خود را نمی پرستید و بر آن به عنوان منبع امنیت خیش تکیه نمی کرد و نیز در مورد کسب ثروت به خیشتن اعتبار نمی داد. الیفاز ایوب را متهم کرده بود که طلا را خدای خیش ساخته است، ولی ایوب این اتهام را رد کرد. او زرپرست نبود و اجرام سماوی را هم مخفیانه نمی پرستید تا بوسه عابدانه به سوی آنها روانه سازد. اگر چنانچه ایوب مرتکب چنین گناهی شده بود، هر چند ممکن بود مردم او را نبینند، ولی خدا می دید و ایوب را به خاطر بیوفایی او مجازات می کرد. ایوب در مقام یک مباشر، باب 31 آیات 38 تا 40. در آیات 35 تا 37 ایوب درخواست رسمی دادرسی خود را تکمیل کرده و آن را امضا نمود. آنگاه یک موضوع دیگر هم به یاد آورد که لازم بود در این بحث گنجانده شود، نظارت بر املاکی که خداوند به او داده بود. ایوب با زمینش طوری رفتار می کرد که گویی یک شخص است. اگر با زمین بد رفتار کرده بود، زمین علیه او فریاد می کشید و از درد می گریست. اگر چنانچه ایوب از کارکنان مزرعه اش بیش از حد کار می کشید، خدا کاملا حق داشت که به جای محصول گندم و جو علف هرزه نصیبش کند. وقتی سوگند ایوب را مرور کنید، متوجه خواهید شد که او از خدا خواسته بود که هرگاه اتهامات وارده به جا بوده باشد و ایوب مقصر و گناهکار شناخته شود، خداوند کیفر سنگینی برایش تعیین کند. دیگران محصولش را بخورند و غلات او را از ریشه بکنند. زنش کنیز و معشوقه مردی دیگر شود. بازویش از شانه جدا شود. محصولش به جای گندم و جو علف هرز و خار باشد. او واضح ساخت که همزمان با مجازات هایی که ذکر شد، حاضر است با داوری عادلانه خدا روبرو شود. وقتی سخنان ایوب به پایان رسید، همه در سکوت نشستند و سؤال داشتند که بعد از این چه خواهد شد؟ آیا خدا فوراً غضب خود را نازل خواهد ساخت تا ثابت کند که ایوب مقصر است، یا اینکه او تقاضای ایوب را میپذیرد و بر او ظاهر میشود و به وی فرصت میدهد تا از خود دفاع کند؟ شاید خداوند از آسمان سخن خواهد گفت و به سوالات ایوب پاسخ خواهد داد. ایوب به این علت خدا را به مبارزه طلبیده بود، زیرا مطمئن بود که خداوند از او حمایت خواهد کرد. سه دوست ایوب اطمینان داشتند که خدا او را محکوم خواهد نمود. خدا چه خواهد کرد؟ پاسخ این سوال ممکن است شما را به تعجب بیندازد. پایان فصل دهم. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست.